میگویند صلح چیزی جز فاصله بین دو جنگ نیست. همچنین گفته می شود که دموکراسی ها وارد جنگ علیه هم نمی شوند. شاید چنین باشد، اما از یک سو بی تردید می توان این فاصله را طولانی تر کرد و از سوی دیگر صلح در دموکراسی ها نیز زمانی می تواند پایدار باشد که دولت ها در همه کشورها به آنچه پایبند باشند که این صلح را تضمین می کند. اینکه در آینده به دلایل مختلف و چه بسا غیر قابل پیش بینی دموکراسی ها نیز با هم درگیر شوند، مثلا بر سر آب و یا انرژی، امری منتفی نیست. اما اکنون به روشنی دیده می شود که حفظ صلح و امنیت و رفاه دموکراسی ها نه تنها در غرب بلکه در هر قاره‌ای به تلاش برای گسترش دموکراسی و استقرار دولت های پایبند به آن وابسته است. در این میان روندی که منطقه و جهان پس از برآمدن بنیادگرایی اسلامی که نقطه عطف آن پیروزی انقلاب اسلامی 57 در ایران است طی می کند، بیانگر نبرد بین ارتجاع و آزادی است که در همه جا و حتی در دموکراسی ها نیز البته به طور خفیف جریان دارد. منتها در هر جا بر اساس تاریخ و فرهنگ و نیروهای اجتماعی درگیر شکل و شمایل خود را دارد و نمیتوان آنها را به یکدیگر تعمیم داد. مدرنیته در دموکراسی ها نیز امری هنوز پایان نیافته است و نبرد بین سنت و مدرنیته در آنها نیز با گسترش اسلامگرایی و تقویت انواع افراطیون ضد دموکراسی تشدید خواهد شد. به ویژه آنکه جریاناتی که امروز پروگرسیو یا مترقی و ووک یا بیدار شده معرفی می شوند در عمل هیچ فرد و هیچ فکری را جز خود تحمل نمی کنند، حالانکه مدرنیته با تحمل افراد و افکار درآمیخته است. در ایران طی بیش از 100 سال گذشته نبرد بین سنت و مدرنیته شکل و عنوانی مثال زدنی یافته است. نبرد بین مشروطه و مشروعه که کیهان لندن در طول 40 سال گذشته بارها به آن پرداخته است. نبرد بین ایران که بقای خود را در اتکا به آزادی و امنیت و رفاه ملت و مملکت در مرزهای خود و همزیستی با همسایگان و منطقه و جهان می‌بیند، با اسلام سیاسی که ایران را پایگاهی برای خلافت جهانی اسلام می‌داند و این حق را به خود می‌دهد که منابع کشور را به بهای ویرانی آن برای استقرار این خلافت در منطقه و جهان هزینه کند و تا برافروختن آتش جنگ های آخر زمانی نیز پیش برود. این در حالی است که هر اندازه ارتجاع و مشروعه با جمهوری اسلامی مترادف است، به همان اندازه آزادی و مشروطه با پهلوی درآمیخته است. این واقعیت را می توان در هراس پایان ناپذیر هر دو رهبر رژیم و مقاماتش و دستگاه های تبلیغاتی که 45 سال به طور مداوم در فعالیت بودند به روشنی دید، تا جایی که این اواخر به مشروطه نیز می آویزند تا پهلوی را خونسا سازند، امری ناممکن. همانطور که مسیر آزادی و تجدد مشروطه از پهلوی می گذشت، امروز نیز نه تنها راه آزادی و امنیت و رفاه ایران از پهلوی می گذرد، بلکه راه صلح خاورمیانه نیز عین قبل از 57 از ایران بدون جمهوری اسلامی می گذرد تا صلح و فاصله بین دو جنگ در این منطقه نیز با گسترش دموکراسی ها طولانی تر و چه بسا پایدار شود.